شب در کاهدانی، نوشته الکسی تولستوی، از کتاب کاتیا. به نقل از ایوان سوداروف، فرد روسی علاقمند است نظر و خواستش را ابراز دارد و میگوید چرا قادر به بیان آن نمی باشم. پاره ای اوقات جوانکی که در کاهدانی زیر سقف کنار شما بر بستری از علوفه خفته است شروع می کند به از این پهلو به آن پهلو شدن و وول خوردن، به خاطر ماه آه کشیدن و شما را از این که چشم بر هم می گذارید و چرتی بزنید باز می دارد، آنگاه نظرش را درباره آنچه که زیر گنبد آسمان جای دارد و درباره مرگ و زندگی با ته صدایی خفه بیان می دارد، تا سرانجام لحن مستدام و یک نواخت او شما را به خوابی خوش و عمیق فرو می برد. یا جوانی را مثلا در جشنی و در میان جمعی سرخوش در نظر بگیرید که پس از نوشیدن یکی دو پیمان نوشیدنی سینه‌اش را صاف می کند، شلیک کلمات را آغاز و ذهنش را از سنگینی بار هر ایده‌ای سبک می کند. درباره عقاید و نظرها باید گفت که مردم بیش از سهم معمولشان در طول جنگ، یا دست کم پیش از آن که صرفاً برای یک زندگی عادی مورد نیاز است، صاحب نظر شدند. ما ملزم بوده ایم خود به رفع مشکلاتی که پدران و پدر بزرگانمان قادر به حل آنها نبودند بپردازیم، و این کار را نیز در اسرع وقت، گاهی در فاصله بین انفجار دو نارنجک و در زیر رگبار آتش انجام دادیم. و مهمتر این که با کمک اسلحه نتیجه‌ای به دست آوریم، نتیجه‌ای آنی. نظر شما این است که من واضح صحبت نمی کنم ها؟ پدر بزرگم در املاک شاهزاده ورونتسوف کشاورز بود. او به کشت و کار جزئی و نه چندان در خور ذکر می پرداخت. مردی بود شاد، خوشقلب، بیغم و سهلگیر و نه دلنگران آینده. کپیکی را که به دست می آورد در جیبش بند نمی شد. گویی سکه چون فلزی گداخته با آسانی جیبش را می سفت و به در می شد. مردم را دست دسته به خانه دعوت می کرد و در پذیرایی سخاوتمندانش چیزی را از آنها دریغ نمی داشت. بدیهی بود که تا کریسمس خانه همچون چهاردیواری چوبی لخت از همه چیز تهی می شد. در سفره خانه خوراکی باقی نمی ماند و در حیات حتی دانه مرغ یا جوجه یافت نمی شد و پرندهی پر نمی زد. او هیچگاه به این چیزها بها نمی داد. با خنده می گفت چیزی که واسه من اهمیت داره زندگی خوشه، گرچه کوتاه باشه، اما من واقعا به پدرم علاقه داشتم. در مقام پسر او این سرنوشت من بود که به حل مشکلات او بپردازم، و این کار را نه به صورت باری به هر جهت، بلکه به شیوهی به انجام رسانم که در آلمانی ها وحشت برانگیزد و آنها را از قدم نهادن به خاک سرزمینی من روسیه متاسف و پشیمان سازد. آلمانی جنگجو و سرسخت. اما سرسختر و یک دنده تر از او منم. من او را له خواهم کرد و نه او مرا. او همچون گاو نریست که کورکورانه در پی خوراک خیش است و در کشتار اطفال کوچک حتی لحظه هم درنگ نمی کند. بله، او موجودیست واقعا پست و متعفن. کف دستم برای گرفتن قبضه شمشیر و فرود آوردنش بر قفای گردن او به گونه‌ای که در فوریه عمل کردم می‌خورد، همین دستی که با آن اشعارم را می‌نویسم. چندی قبل وقتی به این نکته اشاره کردی که در کار شاعری جدی و پیگیر نیستم، حق با تو بود. برخی از اشعارم در روزنامه‌ای که در جبهه به دستمان می‌رسد چاپ شده است. یک وقتی هم سردبیر به من چنین گفت: میدونی سوداروف، در موضوعاتی که به آن میپردازی روح مبارزه واقعی وجود دارد.
اما نصیحت من به تو اینه که بهتره دست از غزل سرایی برداری. در این گوشزد نکته و معنایی نهفته بود. از همین رو هوس سرودن اشعار تغزلی را به گودال قلبم سرنگون کردم. پیش از این برای نوشتن غزلیات همیشه دفترچه یادداشتی همراهم داشتم، اما با از دست دادن بلورفون این نام اسبم بود، دفترچه را نیز گم کردم. هنوز به خاطر آن مادیان ناراحتم و قصه میخورم. ماه مارس بود که هر دو پایم ضرب دید. البته به استخوان‌ها آسیبی نرسید. به خود گفتم خب به فرض اینکه در بیمارستان بستری شوم، چه کسی از کره اسبم مراقبت خواهد کرد؟ با دکتر صحبت کردم و رضایتش را به دست آوردم که اجازه داد در جمع گروه اعزامی بمانم. در حقیقت این کار موجب شد حالم قدری بهبود یابد. مادیانم بلروفون احساس میکرد برای من تا چه حد دشوار خواهد بود که سطرهای پر از آب را با پای زخمی لنگان از چاه به استبل ببرم. حیوان نفسش را بر صورتم میدماند و پوزش را بر سینه‌ام میکشاند. دیگر شعر نمیسرایم و درباره اشعار تغزلی هم باید بگویم آنها را در سینه‌ام محفوظ نگه میدارم. چندی پیش در خانه‌ای تصادفاً چشمم به یک نقاشی افتاد. تابلوی با ابعاد متوسط. در آن نقاشی چیز خاص و چشمگیری وجود نداشت. فقط تصویری بود از بخشی از یک جنگل، رودخانه‌ای کوچک با جریان آرام و از نوع خاص روسی. و راه باریکه‌ای شکل گرفته بود که از رد پا به قلمستانی که از درختان قان منتهی می‌شد می‌رسید. به تصویر دقیق شدم و ناگهان همه چیز را دریافتم. آخ، چندین سال عمر کردم و هرگز توانایی آن را نداشتم تا احساساتم را بدان گونه که هنرمند در تصویر نشان داده بود بیان کنم. او آن راه باریکه را به شیوه خاص به تصور کشیده بود. به طور غریزی و طبیعی می توانستم رد پا را در تصویر احساس کنم. تصویر مرا گرفته بود. بله، حاضر بودم زندگیم را در ازای آن بدهم، چون تصویر سرزمینم بود. شاید باز هم بگویید مقصودم را صریحاً بیان نمی کنم. دهی را در نظرتان مجسم کنید. پیرزنی بر کندهی نشسته است. او لاغر است و سالمند و پوست چهرش همچون گورستان مات و بی‌تحرک. تنها در چشمهایش نشانی از حیات وجود دارد. کنارش می نشینم. روزی از روزهای ماه آوریل است. هرچند برف هنوز گله گله بر زمین است، اما خورشید می درخشد بر رودخانه ها. از پیرزن می پرسم خب مادر جون کی جنگ رو می بره؟ می گه قوای ما، مسلمن سرخ ها، مسلمن ما روس ها. میگویم این میهن پرستی تو رو میرسونه، اما از کجا اینقدر مطمئنی؟ مدتی مدید پاسخ نمیدهد. همونجا نشسته است، دستهایش بر عصایش قنودن و چشمهایش چون دو تالاب سیاه خیره در پیش روی. در اندیشه رفتن هستم که افکارش را وارسی و زیر رو میکند و میگوید یه وقتی دو تا خروس قصد حمله به یکدیگر رو کرد. یه خروس سفید و یه خروس سرخ. بله، خروس سفید خروس سرخه رو میون پاهاش گرفت و بی وقفه نکش میزد و با بالهاش بهش ضربه میزد. عاقبت یه گوشه جست و فاتحانه زد زیر آواز. اما خروس سرخه دوباره بالا جست و پرزور به سفیده پرید و ضربه جانانه بهش زد و از اونجا دورش کرد. بله، هیچ کس چنین چیزی رو حتی تو خواب هم نمیدید. پیرزن وقتی دختر بود از راه باریکه کنار رودخانه پایین میدوید. شاخه های قان را میبرید و مینشست و به نجوای باد با سر شاخه ها گوش میداد. حالا او بر کندهی نشسته و عمرش به سر آمده. در پیش رویش راه گور قرار دارد و آرزویش این است که آرامگاه ابدیش در زادبومش در خاک شوروی باشد. میگوید از ظاهرتان پیداست که علاقه‌ای به خوابیدن ندارید.
به محض اینکه واقواق ضد هوایی ها قطع شود به حد کافی خواهیم خفت. در ضمن یکی دو قصه برایتان خواهم گفت، قصه های واقعی. من در زندگی چیزها دیدم، در این سو یا آن سوی جبهه به ندرت سوراخی یافت می شود که در آن سر فرو نکرده باشم. اگر فکر می کنید که این خاطرات با ارزش هستند، می توانید آنها را منتشر کنید. من پس از کسب شهرت خانه نشین شدم، اگرچه سنخته. خب دوستان، این بود بخشی از کتاب کاتیا نوشته الکسی تولستوی به نقل از ایوان سودالوف، نوشته‌ای به نام شب در کاهدانی. سپاسگزاریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونیتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطفا برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.